این مورد بیشتر گفته میکنیم با اقای سخی احمد پیمان ما به نخست اتاق مادن و صنایع سلام و وقت شما بخیر خیلی خوش آمد به ممنون شما پیمان وزارت مادن و پتروژی هم میگید که اینا طرح تازه ای را در مورد مدن مسای ارسال کردن برای یا جمهوری تا تصمیم دین مورد گرفته شد در کنار از این بازمانده باست های باستانی در این منطقه یکی از چالش های امده در بخش مساینک تا کنون بوده من میخوام دیدگاه شما رو داشته باشم که با این طرح تازه ممکن است که ما بالاخره سرنوشت این مدن روشن بسازیم تشکر افغانستان کشوری با سرمایه های عظیم منابع زیرزمینی و طبیعی و همزمان با 54 درصد زیر خط فقر خب بناهن اینجا هست که ما نتونستیم از منابع طبیعی خود از معادن خود درست استفاده بکنیم در سال 2007 مثل عینک که در یک منطقه در منطقه که بالا از یک به حساب شهر تاریخی بودایی قرار داشت در لوگر بود و در سال 2007 با کمپانی سی قرارداد صورت گرفت که حدود سه میلیارد دلار خود او زمان چینایا واقعا یک پروپوزل بسیار خوب را ارائه کرد به دولت وقت افغانستان که تا این قرارداد را اینا بگیرن، چون که بس این قراردادهای بزرگ خب مسائل حضور کشورها و مسائل سیاسی هم در این افت است بعد از گذشت چند الان یک ده شده از این موضوع میگذره و هنوز مثل اینک یک سرمایه گذاری که با سه میلیارد دلار این سرمایه گذاری خواهد شد و این حدود دوازده میلیون تن مصر را ما میتونیم صادر بکنیم از این تخمین زده شده در این معدن <applause> مصر ما که از بزرگترین مادن جهان هست متاسفانه بعد از چند سال موارد پیش آمد ما فکر میکنم که یک بحث ای بود که در بازارهای جهانی از سال 2011 به این طرف قیمت مس در بازارهای جهانی تقریبا 40 درصد کاهش داشت یک بحث, بحث دیگه بود که اون باس بس باستانی بود در اینجا با وجود هم حد که مانی کار از چینی ها شد و بحث دیگه بحث خود مسائل امنیتی بود در او سایه که چی دلیل هستی را من این فهم که چی مسائل پیش آمد که چرا این مدن و این پروژه بسیار بزرگ ملی یک دهه ای به حساب طول کشید و در این من فکر می کنم که وزارت محترم مدن اینها به فکر شدن که باید این روند تغییر بکنه و باز با چین ها دوباره وارد مذاکره شود تا بتونه بنام. که امتیازات که اونا میخواه و آقای بمان سوال در اینجا پیدا میشه که در این ده سال یک دهه که شما زیاد میکنیم وزارت مادن افغانستان مصرف چی کاره بوده؟ یک مادن افغانستان مادن بزرگ افغانستان میره به دست یک شرکت اینا در این یک شرکت تا ده سال به دست از اینو باقی میمونه و وزارت مادن افغانستان اکنون اینو طرح تازهه ایه به خاطر این معدن میسازن و نوزم شرکت ام سی سی چین که سرمایه‌شون معلوم نیست که بالاخره اینا سرمایه‌گذاری میکنن در بخش مادن مثلا در و یا هم که خیر متاسفانه ما نه تنها در بس مثل عینک در چندین مادن بزرگی که در افغانستان وجود داره بس سمنت ما هست بس یک مادن ما در بدخشان و این زمان ما امروز مادن کوچه که داریم متاسفانه که میتونه ادقل یک تعداد فابریکات سنگ ما, ما تنها در بخش سنگ مادن سنگ ما هم دوچار از این مشکل هست وزارت مادن ما متاسفانه به شکل تخصصی در بعضی از بخش ها باید سرمایه گذاری ها صورت بگیره چند قبل در بحث چند مادن افغانستان بود که باید به دو تلبی سپرده می شد و بحث دیگه اینجا هست که در شرایط فیلی افغانستان البته در معادن بزرگ که باید خیلی به شکل درست حسابی پروپوزل ها و برنامه ها به شکل تخصصی طراحی شود و گذاری شود تا که در یک سال دو سال هر قراردادی که متاسفانه در این چند سال قراردادهای بزرگ با کشورهای جهان صورت گرفته خصوصا در بخش معدن ما بعد از یک سال دو سال سه سال بعد ما شاهد بودیم که این قراردادها دوباره به حالت تعلیق در آمده چون در امور اوایل قراردادها درست ارزیابی نشده به تخ... به شکل تخصصی ای معادن بزرگ به حساب داوطلبی نشده یک بس اگر بیای ما تنها بس مادن کوچه کرمی حالا بررسی بکنیم تنها در بخش سنگای افغانستان که صدها مدن در افغانستان وجود داره و در دا راستا بیشتر از دو و چند فابریک است که سرمایه گذاری کرده که سنگ افغانستان مرغوبترین سنگ است ما متاسفانه از چند سال به این طرف قراردادهای مادن کوچک هم در آلت به تعلیق است و در این آخر تر و قانون و مقرره که از طرف وزارت محترم معادن تصویب شده اینا متاسفانه به شکل خیلی تخصصی با شرایط افغانستان هیچ مطابقت نداره اینها از شیلی یا کشورهای دیگه فکر می که بعضی مسائل را قانون را آورده چون افغانستان متفاوت است سرمایه گذاری در افغانستان متفاوت است اوضاع سیاسی اجتماعی اقتصادی افغانستان واقعاً بسرنوشتی بله بیشتر نوشتی مادن افغانستان و یک سرمایه گذاری صورت نگرفته همچنین بر کمکاری وزارت مادن و پتولیم در این واخر؟ دقیقا وزارت مادن اگر مطالعه بکنین برنامه های وزارت مادن افغانستان را با این سرمایه های که تقریبا به بیشتر از دو سم تریلیون دالر ارزش گذاری شده معادن افغانستان که یک کشور ثروتمند است نتانستیم ما حداقل دستاورد وزارت معادن را در هر سال داشته باشیم که دستاورد چی است و چی معادن را واقعا به برابرداری سپرده شده ای که معادن قرار داد میشه ای که معادن به دوتلبی سپرده میشه بعد از او دیگه از او خبر نیست ای جای را نمیگیرم بله به در بخش ما ما میخوام از شما که وزارت مادن و پترولی چی کار را انجام بده ما در حدود بیش از یک دهه اگر بگیریم ده سال اگر بگیریم اینا همیشه گپشان همین بوده که مشکل حقوقی داشته این پیمان یا میخوان مشکل حقوقی حل بکنن در حالت گفتگو با شرکت ام سی سی چین هستن و اکنون میرن به طرف یک طرح تازه ما میخوام از شما که چی راهکار و برنامه‌ای در این بخش نیاز است تا سرنوشت این مدن بزرگ افغانستان روشن شود در تمام کشورها در بس پروژه های بزرگ مسائل حقوقی ممکن است به میان بیا بله. این به اون معنا نیست که یک مسائل حقوقی پیش می یا یا اگر وزیر تغییر میکنه چرا یک پروژه بزرگ با قرارداد بین دو کشور چندین سال را در بر بگیره و موضوع حل نشه این موضوعات هست که زمانی که مشکل به وجود میاد زمانی که موضوع در مثل عینک اگر بحث مسائل با آثار عتیقه یا باستانی ما به با وجود آمد یا مسائل ناامنی بود حداقل اینها دولت مکلف بود به این پروژه 3 4 میلیارد دلاری به جای 1750 نفر نیروی امنیتی اید. اینا رو باید حداقل 3 4 5000 نفر رو اونجا باید به حساب مستقر میکرد تا امنیت و سوار تامین بکنه و در قسمت بحث آثار باستانی که در اونجا وجود داشته چون قرار بود که انتقال این را باید هر هرچی سریتر دولت اقدامات جدی را میگرفت او به اون معنا نیست که یک کار را تا 5 سال 6 سال 7 سالی صورت نگیره و مشکل ما متاسفانه در افغانستان همین است خصوصا در پروژه های بزرگ اگر لن. شما بندای بند افغانستان را شما ببینید اگر مار را آبار ببینیم اگر پروژه های دیگه بزرگ را ببینیم اینا همیشه همیشه تاخیر داشته و به بسیار به درازا کشیده بودیشان تشکر آقای پیمان سوال سازینی که به من افتن رفتن پاس است تشکر شما ممنون.